بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر سوره دوها. این سوره درباره اینکه الله سبحانه و تعالی به پیامبر صلی الله علیه و سلم امر به نیکی کردن میکند و تسکین پیامبر صلی الله علیه و سلم و یادآوری مؤمنان به شکرگزاری. بسم الله الرحمن الرحیم و الضحا. سوگان بروز وقتی که برآمد آفتاب است و در حسن و زیباییش نشانه از نشانه های قدرت الهی است، یعنی سوگان به چاشتگاه. و اللیل اذا سجا. و سوگان به شب وقتی که آرام گیرد، یعنی به شب سوگان یاد میکنم آنگاه که به آرامش خود ساکین میشود، با تاریکی میپوشاند، با چادرش جهان را زیر پوشش قرار میدهد، با سیاهی خود عالم را میپوشاند و همه چیز را در زیر پرده خود میگیرد. که پروردگارت تو را رها نکرد و مورد خشم قرار نداده است، یعنی ای محمد، پروردگارت بعد از محبت بر تو خشم نکرده است، بعد از مقرب ساختن تو را دور نرانده است، بعد از اختیار کردن تو را ترک نکرده است، فراموش نکرده است و بیرون نرانده است، بلکه تو را اختیار کرده است. و به یقین آخرت برای تو از دنیا بهتر است، یعنی هر آینه سرای آخرت در فردوس الاعلی از دار دنیا برایت بهتر است، زیرا در آنجا خرسندی دوامناک است، نعمتها جاویدانی و جایگاهی بلند میسر است. حال آنکه در دنیا سختی، غم و اندوه و مشقت و دشواری وجود دارد. و لسوف یعطیک ربک فترضا. و پروردگارت بخشیش به تو خواهد کرد که راضی می شوی. یعنی سوگند یاد میکنم البته الله تعالی انصاف نعمتها و انواع کرامتها چون شادمانی نفس، خرسندی قلب و راحتی بدن را برایت ارزانی میکند، به اندازه که تو را راضی و خرسند گرداند. الم یجدک یتیما فآوا. آیا تو را یتیم نیافت و سپس پناه داد؟ یعنی آیا قبل از نبوت تو را یتیم نیافت که بعد از آن برایت جایگاه بخشید، بر تو احسان نمود، تو را نگه داشت، سرپرستی کرد، پرورش داد و نعمتهایش را بر تو کامل ساخت. و وجدک ضالا فهدا. و تو را راه گم کرده نیافت، پس هدایت کرد، یعنی تو را چنان یافت که نمی دانستی که کتاب و ایمان چیست، آن را برایت کارهای را که نمی دانستی آموخت و تو را به عملهای نیک و پسندیده و کارهای شایسته توفیق بخشید و به رسالت خود تو را اختیار کرد و نبوت داد. و وجدک عائلا فأغنا. و تو را تنگ دست نیافت، پس توانگر ساخت، یعنی تو را فقیر یافت اما روزی داد و به آنچه عطا کرد قناعت بخشید، نعمت مادی و معنوی را با برکت و خوشنودی برایت عطا نمود و از معارف علمی و فتوحات الهی
به اندازه برایت بخشید که تو را از دنیا به نیاز گرداند. پس به یتیم ستم مکن، یعنی پس با یتیم به بدی رفتار مکن، بلکه بر ناتواناییش رحمت نما، دلی شکسته اش را به دست آر، اشکش را از رویش پاک نما، غمش را کم کن و در عوض والدینش پدر همچون مهربان باش، زیرا تو هم یتیم بودی و باید آن را به یاد داشته باشی. و اما السائل فلا تنهر، و سؤال کننده را با فریاد زدن از خود مران، اما پرسنده را مترسان، بلکه به او طعام بده، حاجتش را برآورده ساز، به خواسته هایش لبیک بگو، به وی مهربانی کن، از احوالش خبردار شو. و اما بنعمت ربک فحدث، و نعمت های پروردگارت را بازگو کن، یعنی درباره نعمت های پروردگارت که آن را به تو کامل ساخته است سخن بگو. آثارهای رحمت پروردگار که به تو داده است منتشر کن، نعمتهای پروردگار کریم و منان را با شکر کردن یادآوری کن و با روگردانی و انکار از آنها چشم پوشی مکن.